شاگردکای خوبم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو آرزو دارم خوب جور صحت و منتظر در سایتان بوده باشین شاگردکای خوبم درس امروز ما مضمون ریاضی از سنف ششم و موضوع درس ما سوالات تمرین اول صفحه 5 کتابتان است شاگردکای خوبم شما به یاد دارین که از این تمرینات ما سه جلسه دو جلسه قبلی را سوالات حل کردیم امروز جلسه سوم و جلسه آخری از این تمرینات ماست که با هم دیگر میخوانیم مدرس شما فرشته え شاگردکای خوبم تا سوال ششم روز گذشته ما در جلسه قبلی خواندیم امروز می خواهیم سوال هفتم ادامه بدیم امروز سوالات یک کمی متفاوت از سوالات متفاوت به این معنا که سوال هفتم از ما شما خواسته که جاهای خالی را با کلمه های مناسبش چی کنیم پر کنیم قسمی که در راهنمایی نوشته شده در جاهای خالی کلمه هایی را بنویسید که تعریف مربوطه را تکمیل کنند یعنی به این معنا در اینج از ما شما چی خواسته شده تعریف قابلیت های تقسیم و شما خوبیم آموختین این سوال را بسیار آسان میتونیم حل کنیم سوال جزء الف بر ما میگه ار عددی که رقم مرتبه یک های آن یا خانه خالی یا جفت باشد آن عدد بالای دو پور قابل تقسیم است آفرین شاگردای عزیز ببینین بعض وقتها در سوالات جواب هم نهفته می باشه اگر شما سوال به دقت بخوانین جواب به بسیار آسانی میافین. آفین مثل که عالم ما پیدا کردم ببینین گفته بالای دو پور قابل تقسیم باشه پس ای تعریف تعریف چی است تعریف قابلیت تقسیم بر دو هست قابلیت تقسیم بر دو میگه هر عددی که رقم مرتبه آن صفر یا عدد جفت باشه ببینین صفر یا رقم جفت باشه آن عدد بر دو پوره قابل تقسیم است پس در خانه خالی چی میایه؟ بله شاگردای خوبیم در خانه خالی صفر نوشته میشه دیدن که تعریف با یک افزودن کلمه صفر چی کردم؟ پوره ساختم همه قسم آله میریم به جزه بی جز بیما گفته اگر خانه خالی رقم های یک عدد بر سه پوره تقسیم شود خود آن عدد نیز بر خانه خالی قابل تقسیم است باز ببینید شاگردکای عزیز باری کی سوال داری هست که جواب سوال هم بر ما و شما چی کرده داده باز یک بار دیگر من جوزه براتان میخانم اگر خانه خالی رقم های یک عدد بر سه پوره تقسیم شود آفرین اهل سوال یافتین بله تعریف تعریف کدام قابلیت از قابلیت تقسیم بر سه هست آل به بسیار آسانی میتونیم که چی کنیم خانه خالی ها را پر کنیم آل قابلیت تقسیم بر سه چی میگه اگر مجموعه مجموعه چی مانو مجموعه یعنی امو اصل جمع حاصل جمع ارقام ها یا رقم های یک عدد به سه پوره تقسیم شوه خود آن عدد نیز بر سه پوره قابل تقسیم است دیدین که چقدر ساده و آسان بود این سوالات سوالات ذهنی واره هست که از شما می میبینه که آیا شما تعریف را خوب آموختین یا یعنی؟ نه و ما دیدم که شاگردای خوبم شما چقدر خوب درس های گذشته تا تکرار و به حافظه سپردین آلمیه این با جز جیم سوال ببینید شاگردک های خوبم. میگه هر هدده که رقم مرتبه یک های خانه خالی یا پنج باشد آن عدد بر پوره قابل تقسیم است ببینید باز هم سوال باریکی خود داره و جوابم در سوال ما نهفته است هر عدد که رقم مرتبه یک های خانه خالی یا پنج سی قابلیت تقسیم کدام قابلیت تقسیم است شاگردای عزیز بله شا قابلیت تقسیم بر پنج است پس ما به تعریف پنج میگم هر عددی که رقم مرتبه یک های آن صفر صفر یا عدد پنج باشه آن عدد بر پنج پوره قابل تقسیم است دیدین شاگردای عزیز که چقدر خوب سوالا رو با هم دیگر حل کردیم از اینکه در سایتان خوب میاموزین از شما تشکر می کنم امیدوار هستم همه قسم شاگردای لایق و خوب و با استعداد در سایتان دیگر هم با خوبی و خوبی بیاموزین خب شاگردکای عزیز حالا اینجا چند مثال دیگه هست که از قابلیت تقسیم 4 بر ما گفته شده می بفهمیم که اعدادی داده شده کدام عدد هستند که بر 4 پوره قابل تقسیم هستند حالا ببینین از عدد 24 شروع میکنیم هرگاه یک عدد گفتیم رقم یک آی آن سفر چار یا هشت و رقم ده های جفت باشه او عدد چی است بر چار پور قابل تقسیم است پس وقتی که بر چار پور قابل تقسیم است چی میکنم دوره زیره. یک دایره رسم میکنم یعنی ای عدد ما چی است بر چار پور قابل تقسیم است شاگردک های خوبه عدد دوم میبینیم ببینین بی باز هم رقم یک ها چار و ده چی شد جفت شد پس نظر به شرط قابلیت تقسیم بر چار ای عدد بر چار چی است پور قابل تقسیم است عدد سوم میگه که عدد سوم ما هست 892 و قابلیت تقسیم بر 4 میگه هرگاه رقم یک های یک عدد عدد جفت و رقم ده های آن عدد تاق باشه او عدد بر 4 تقسیم میشه ببینین شاگردای عزیز آیا عدد دو یک عدد تاق است نخایر عدد دو عدد جفت است بله و عدد نو است عدد تاق است پس عدد 892 قابلیت تقسیم بر چهار شرایطش پوره کرده است و این عدد هم بر چهار چی است پوره قابل تقسیم است آلی این به عدد بزرگتر چارخانه ای ما که داده شده 4536 ببینید شاگرده عزیز رقم یک ها و ده هایش مطالعه میکنیم. رقم یک ها عدد جفت و رقم ده چی است؟ یک عدد تاق است مثل عدد قبلی ما که گفتیم اگر رقم یک ها جفت و ده ها تاق باشه او عدد چی میشه؟ بر چهار پوره قابل تقسیم است حال می این به عدد ما ما شاگردکای که خوبم ببینیم تا حال چهار عدد داده شده قابلیت های تقسیم بر چهار دارا بود حال می آیم ببینیم رقم یک ها چیست شاگرده که خوبم بله رقم یک ها عدد جفت و ده ها چیست عدد تاق پس 976 هم قابلیت تقسیم بر چهار دارا هست از عدد یک هشت کدام عدد قابل... آیا قابلیت تقسیم بر چهار دارا داره ببینین باز هم رقم یک ها جفت رقم ده ها یک عدد تاق آیا قابلیت تقسیم داره؟ بله شاگردای خوبم ای هم شرط چی کرد؟ پوره کرده توانست و قابلیت تقسیم بر را پوره کرد. آل گفتیم به عدد 5784 می بینیم. اگر رقم یک, یک های یک عدد 0, 4 یا 8 و ده جفت باشه. ببینین یک ها 4 است و ده های یک عدد جفت یعنی عدد 8 است. پس این عدد ما هم قابلیت تقسیم بر چهار چی می کنه؟ دارا می باشه. و در عدد 280 رقم یک هایش یک عدد جفت و ده هم جفت است. آیا قابلیت تقسیم بر چار دارا است؟ ببینید در رقم یک ها ما چیزی نداریم اما در رقم ده ها عدد جفت و در رقم صد ها هم عدد جفت داریم. شاگردک های خوب قابلیت تقسیم بر عدد چار در عدد 280 دارا می باشد. چرا شرط سه شرط را که ما در قابلیت تقسیم بر چهار داشتیم این عدد ما او شرایط را پورا کرده نتانست پس گفتم می دانیم که عدد 280 با قبال چهار پوره قابل تقسیم نیست. آلو می این مثال‌ها را اینجا که نوشتیم مثل که قبلا ما گفتم عدد 24 قابلیت تقسیم بر 4 داره عدد 64 داره عدد 892 داشت قابلیت تقسیم عدد 4536 قابلیت تقسیم بر 4 داشت عدد 976 قابلیت تقسیم بر 4 داشت عدد 178 باز هم قابلیت داشت و عدد 5784 هم قابلیت تقسیم داشت تنها عددی که قابلیت تقسیم بر عدد عدد نداشت عدد 280 بود شاگردای عزیز که در ور صفحه قبلی ما و شما این عدد چی کردیم پیدا کردیم خوب شاگردکای عزیز حالا میخوایم از بین از این عدد داده شده ما و شما مروری به قابلیت های تقسیم دو سه و پنج هم داشته باشیم بیاین که با هم دیگر مرور کنیم امی عددی که قابلیت های تقسیم بر چاره داشت دیگه بالای کدام عدد قابلیت تقسیم داره اول از عدد دو میخوایم از عدد دو میخوایم شروع بکنم عدد دو میگه که هر عدد که رقم یک هاش صفر و جفت و بسیار خوب حالا جدا کرده میتونم عدد چهار جفت از پس 24، چهار عدد چهار جفت از پس عدد شست و چهار عدد اش و و دو دو یک عدد جفت از اش عددش و, و دو عدد چهار و سی و شش که شش یک عدد جفت است. ای هم بس دو قابل تقسیم هست عدد 976 که 6 یک عدد جفت است هم بر دو پوره قابل تقسیم هست. عدد 178 که 8 یک عدد جفت است هم بر دو پوره قابل تقسیم هست. عدد 5784 که عدد رقم یک هایش عدد 4 یعنی جفت است هم بر دو پوره قابل تقسیم است و همه قسم عدد 200 80 شاگردهای خوبیم که رقم یک هاش صفر است بر دو پوره قابل تقسیم چی است از حالا میخوایم قابلیت تقسیم بر سه را ببینیم شاگردای عزیز کدام عدد قابلیت تقسیم بر سه را دارا است ببینین عدد 24 اگر ما رقم ها یعنی یک دو را با چهار جمع کنیم چند میشه؟ شش میشه. پس شش قابلیت تقسیم بر سیر دارا است. بله شاگرد های عزیز پس عدد 24 خودش هم قابلیت تقسیم بر شش بر سیر دارا است عدد 6 جمع 4 چند میشه 10 میشه پس بر 3 پوره قابل تقسیم نیست عدد 8 امرای 2 ده 10 جمع 9 19 میشه عدد 19 بر 3 پوره قابل تقسیم هست نه خیر های عزیز پس عدد 892 هم قابلیت تقسیم هست. نداره ببینید شاگرد های عزیز 5 جمع 4 9 9 جمع 9 18 میشه آیا 18 قابلیت تقسیم بر داره؟ بله پس عدد 4536 ما قابلیت تقسیم بر 3 را دارا هست آل ببینین اگر نور جمع 7 بکنیم میشه 16 اگر 16 را جمع 6 کنیم میشه 24 24 بالای 3 پوره قابل تقسیم هست ولی شاگردای عزیز هشت مرتبه اگر ما سیر با هم ضرب کنیم عدد 24 میشه پس عدد 976 هم با بالای سه چی شد پورا قابل تقسیم شد اما قسم عالمی بعد به عدد بدی ببینین یک جمع هفت هشت میشه هشت جمع هشت میشه شانزده آیا عدد شانزده بالای سه پورا قابل تقسیم هست 5 3 15 6 3 18 اما 16 بالای 3 پورا قابل تقسیم نیست پس این عدد ما بالای 3 تقسیم کرده نمیتونیم میاییم به عدد 5784 شاگردای عزیزم ببینین 8 و 4 12 7 و 5 12 12 و -12, 12 عدد میشه 24 یعنی 24 بر 3 پورا قابل تقسیم است پس عدد 5784 ما هم بر 3 چی است پورا قابل تقسیم است و عدد 280 دو جمع 8 ده ده جمع 0 چند میشه؟ ده میشه پس ده قابل تقسیم بر 3 را دارا نیست آل ببینید قابلیت تقسیم بر 4 خو قبلا پیدا کرده بودیم که این قابلیت تقسیم بر چی بود؟ بر 4 بود آل میخوایم قابلیت تقسیم بر 5 ببینیم که در بین از یادات کدام عدد بر پنج پوره قابل تقسیم است شاگردا خب که خوب شما میفهمین که قابل تقسیم بر پنج بر ما یاد که ار آن عددی که رقم یک هاش پنج و یا صفر باشه در بین ارقام یا اعدادی که داده شده ببینین 24 رقم یک هاش چهار است 64 رقم یک هاش چهار است 892 رقم یک ها دو 4536 رقم یک ها شش 976 رقم یک ها شش 178 رقم یک ها هشت 5784 رقم یک ها چهار 280 رقم یک ها صفر از اعدادی که خاندم از تمام

هیچ کدامشان بالای پنج پوره قابل تقسیم نبودن الا دو سد و اشتاد, سد و اشتاد بخاطر پوره بالای پنج پوره قابل تقسیم شد که شرط 5 قابلیت تقسیم بر پنج پوره کده توانست و رقم یک هاش چی بود؟ سفر بود خب شاگردکای نهایت حزیز و محترم اینجا یک کار خانگی هم شما دارین در همین صفحه کتابتان که شما هر کدامتان چار حدد رمی نویسین که بالای دو پوره قابل تقسیم باشه. شما آل قابلیت تقسیم تقسیم بر دو را میفهمین و بسیار خوب و آسان باورمند هستم که چهار عدد به بسیار زودی پیدا کرده میتونین که بالای دو پوره قابل تقسیم باشه پس کار خانگی هایتان در کتابچه هایتان انجام بدین ای بود جلسه امروز ما تا درس بدی جلسه بدی شما را به خداوند میسپارم شاد و موفق باشین